أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. خداوند رحمان قرآن را تعلیم فرمود، انسان را آفرید و او بیان را آموخت. خورشید و ماه با حساب منظمی می گردند و گیاه و درخت برای او سجده می کنند و آسمان را برافراشت و میزان و قانون در آن گذاشت تا در میزان طغیان نکنید و از مسیر عدالت منحرف نشوید و وزن را بر اساس عدل برپا دارید و میزان را کم نگذارید. زمین را برای خلایق آفرید که در آن میوه ها و نخل های پرشکوفه است، دانه هایی که همراه با ساقه و برگی است که به صورت کاه در می آید و گیاهان خوشبو. از کدامین نعمت های پروردگارتان را تکذیب می کنید شما ای گروه جن و انس؟ انسان را از گل خشکیده ای همچون سفال آفرید و جن را از شعله های مختلط و متحرک آتش خلق کرد. کدامین نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟ او پروردگار دو مشرق و پروردگار دو مغرب است. از کدامین نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟ دریای مختلف، شور و شیرین، گرم و سرد را در کنار هم قرار داد در حالی که با هم تماس دارند. در میان آن دو برزخی است که یکی بر دیگری غلبه نمی کند. پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ از آن دو لؤلؤ و مرجان خارج می شود. کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ و برای اوست کشتی های ساخته شده که در دریا به حرکت در می آیند و همچون کوهی هستند. کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ همه کسانی که روی آن زمین هستند فانی می شوند. تنها ذات ذوالجلال و گرامی پروردگارت باقی می ماند. پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ تمام کسانی که در آسمان ها و زمین هستند از او تقاضا می کنند و او هر روز در شأن و کاری است. پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ زودی به حساب شما می پردازیم ای دو گروه انس و جن. پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ ای گروه جن و انس، اگر می توانید از مرزهای آسمان ها و زمین بگذرید پس بگذرید، ولی هرگز نمی توانید مگر با نیروی فوق‌العاده. پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ شعله هایی از آتش بیدود و دودهایی متراکم بر شما فرستاده می شود و نمی توانید از کسی یاری بطلبید. پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ آن هنگام که آسمان شکافته شود و همچون روغن مذاب گلگون گردد، حوادث هولناکی رخ می دهد که تاب تحمل آن را نخواهید داشت. پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ در آن روز هیچ کس از انس و جن از گناهش سؤال نمی شود و همه چیز روشن است. پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ مجرمان از چهره هایشان شناخته می شوند و آنگاه آنها را از موهای پیش سر و پاهایشان می گیرند و به دوزخ می افکنند. پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟
همان دوزخی است که مجرمان آن را انکار می کردند. روز در میان آن و آب سوزان در رفت و آمدند. پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ و برای کسی که از مقام پروردگارش بترسد دو باغ بهشتی است. پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ آن دو باغ بهشتی دارای انواع نعمتها و درختان پرتراوت است. پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ در آنها دو چشمه همیشه جاری است. پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ در آن دو از هر میوه‌ای دو نوع وجود دارد، هر یک از دیگری بهتر. پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ این در حالی است که آنها بر فرشهایی تکیه کرده اند با آسترهایی از دیبا و ابریشم و میوه های رسیده آن دو باغ بهشتی در دسترس است. کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ آن باغ های بهشتی زنانی هستند که جز به همسران خود عشق نمی ورزند و هیچ انس و جن پیش از اینها با آنان تماس نگرفته است. کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ آنها همچون یاقوت و مرجانند. از کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ آیا جزای نیکی جز نیکی است؟ از کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ و پایین تر از آنها دو باغ بهشتی دیگر است. کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ هر دو خرم و سرسبزند. پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ آنها دو چشمه جوشنده است. پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ در آنها میوه های فراوان و درخت خرما و انار است. کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ و در آن باغهای بهشتی زنانی نیکو خلق و زیبایند. کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ حوریانی که در خیمه های بهشتی مستورند. کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ هیچ انس و جن پیش از اینان با آنها تماس نگرفته. پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ این در حالی است که بهشتیان بر تختهایی تکیه زده اند که با بهترین و زیباترین پارچه های سبز رنگ پوشانده شده است. پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ برکت و زوال ناپذیر است نام پروردگار صاحب جلال و بزرگوار تو.